مثل همیشه تنها کسانی که از آزمون نودوستی و احساس مسئولیت در جامعه ایران سربلند بیرون اومدن مردم ایران بودند که در زلزله کرمانشاه به طور خودجوش هر اونچه که در توان داشتن برای کمک رسانی به زلزله زدگان انجام دادند. به محض اینکه خبر زلزله منتشر شد، سراسر کشور بسیج مردمی را انداخت تا کمک‌های ابتدایی مثل آب و غذا، پتو، چادر و لباس برای آسیب دیدگان جمع‌آوری کرده و روانه مناطق آسیب دیده کنند. تا جایی که هلال احمر اعلام کرد که انبارهامون پر شده و دیگه کمک نفرستید. از همه مهمتر در جاهایی که شاید توی نقشه ایران مورد نظر حاکمیت حتی وجود خارجی نداره، چه برسه به اینکه امداد نجات و غذا و دارو بفرسته، مردم محلی و سایر نقاط کشور به اونجا رفتن تا زنده ها و مرده ها را از زیر آوار بیرون بیارن. مردم با توجه به تجربه‌ای که از توان مدیریتی حاکمیت در شرایط بحرانی دارن میدونن که باید دست روی زانوی خودشون بذارن و بلند شن. مردم ایران بسیار مهربانند. این مهربانی هم از ذات انسانی اونا میاد و هم از جبر تاریخ. وقتی همواره تحت سلطه حاکمیت‌هایی بودند که مردمشون رو دوست نداشتن، از این رو آن زمان که باید مردم با یکدیگر مهربان‌تر شدند. زلزله زدگان هم اما در اوج مصیبت زدگی فراموش نکردند که از هموطنانشان تشکر کنند. هم با زبان و هم با نوشتن پلاکارد‌های تشکرآمیز. اینطور مواقع شهروندان کشور ثابت کردند که مرزها قراردادی هستند و دین و نژاد و قومی که دولت‌ها با آن ملت‌ها را مرزبندی و طبقه‌بندی می‌کنند هیچ تأثیر تعیین کننده‌ای روی عشق و همدلی مردم نداره. اما دولت ایران در حالی وزیر امور خارجه دست کمک‌های خارجی رو پس زد که هنوز همه روستاها احتیاج به آواربرداری و عملیات تخصصی نجات داشتند. درست وقتی که آقای ظریف برای خارجی‌ها ژست گرفته بود که همه چیز تحت کنترله، کودک 2 ساله‌ای از زیر آوار زنده بیرون کشته شد. مردم روستاهای کوچیک در مسیرهای صعب العبور تقاضاهای کمک می‌کردند. حکومتی که آستان قدس رضویش خزینه بازسازی لبنان بعد از جنگ 33 روزه رو به عهده گرفت یا در حرم امام حسین خزینه‌های میلیاردی کرد، خانه‌هایی را که برای مردم با پول خودشان ساخته بود آنقدر سست و بی‌کیفیت بودند که بیشترین خرابی‌ها را در زلزله متحمل شدند. در حالی که شرکت ارتباطی AT&T در آمریکا تماس تلفنی با ایران و عراق را تا 14 نوامبر رایگان کرد، یا اینکه تیپکس تمام خدمات پستی به کرمانشاه را بدون هزینه تقبل کرد، شرکت وابسته به دولت ایرانسل فقط 1 ساعت تماس را مجانی کرد. اینها فقط نمونه کوچکی از بیمهری دولت ایران در حق شهروندانشه. و اما همین مردم به وقتش نجیبانه به پای صندوق‌های رأی میرن و از سر تکلیف به همین دولت‌ها رأی میدن.